در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست، کتاب اول، طرف خانه سوان، بخش دوم، عشق سوان، قسمت 23. سوان و پرنسس هر دو یک شیوه یگانه برای داوری درباره چیزهای کوچک زندگی داشتند که اثرش یا شاید هم سبب آن شباهت بسیار در چگونگی بیان و حتی تلفظ کلماتشان بود. این شباهت به چشم نمی‌زد چون صداهایشان خیلی با هم فرق داشت. اما اگر کسی می‌توانست به کمک فکر خود تنینی را که سوان به گفته‌های خود می‌داد و سبیلی را که از ورای آن به گوش می‌رسیدند حذف کند، می‌دید که گفته‌هایش همان جمله بندی‌ها، همان تکیه‌ها و همان لحن سخن گفتن گروه گرمانت را دارد. درباره چیزهای مهم سوان و پرنسس هیچگاه همرأی نبودند. اما از زمانی که سوان آنقدر غمگین بود و همواره دستخوش حالت لرزگونهی که آدم پیش از لحظه گریستن حس می کند، به همون گونه نیاز داشت از غصه دلش حرف بزند که قاتلی از جنایتش، و گفته پرنسس که زندگی چیز وحشتناکیست همون گونه برایش دلنشین بود که اگر با او از اودت سخن می گفت. آره، واقعا زندگی چیز وحشتناکیه. بعد همدیگر رو ببینیم دوست عزیزم. خوبی و لطف شما تو اینه که شاد و بیخیال نیستین. میتونیم شبی رو با هم بگذرونیم. آره که میتونیم. چرا به گرمانت نمیایین؟ مادر شوهرم بی اندازه خوشحال میشه. میگن جای زشتیه، اما من که هیچ ازش بدم نمیاد. از جاهای خوشمنظره متنفرم. سوان گفت میفهمم. جای خیلی خوبیه. حتی میتونم بگم که این روزا برای من زیادی زیبا، زیادی زنده است. ساخته شده برای اینکه آدم درش خوشبخت باشه. شاید برای اینه که من در اون زندگی کردم. اما چیزاش چقدر با آدم حرف میزنه. همین که نسیمی میوزه و ساقهای گندم به جنبش در میاره، به نظرم میاد که کسی به زودی از راه میرسه که خبری برام میاره. اون خونه کوچیک کنار رودخونه، تو اونجا خیلی احساس بدبختی میکنم. وای شارل عزیزم، مواظب باشید. اون زنک رامپیون منو دید. یه کاری کنید منو نبینه. بگید یادم بیاد چه کار کرده. گیجم، برای دخترش عروسی گرفته یا برای معشوقش؟ یادم نمیاد. شاید برای هر دو و با هم. آها نه، یادم افتاد. پرنسش ولش کرده. همینطور با من حرف بزنی تا مبادا این برنیس بیاد به شام دعوتم کنه. ببینید چارل عزیزم، یه بارم که شما رو دیدم نمیخواید بذارید بلندتون کنم و به خانه پرنسس دوپارم ببرم که خیلی خوشحال میشه و همینطور بازن که به اونجا میاد. باز خوبه که خبرتون از ممه میگیرم. فکرشو بکنید که هیچ وقت همدیگر رو نمیبینیم. سوان نپذیرفت. به آقای دو شارلوس گفته بود که از خانه مادام دو سنت اوورت یک راست به خانه خود خواهد رفت. میترسید با رفتن به خانه پرنسس دوپارم یادداشتی را از دست بدهد که همواره امید داشت خدمتکاری شب هنگام برایش بیاورد و شاید آن را نزد دربانش می‌یافت. آن شب مادام دلون به شوهرش گفت تفلک سوان مثل همیشه خیلی خوبه، اما به نظر می‌رسید خیلی غصه می‌خوره. به زودی می‌بینیدش. قول داده یکی از این شبا برای شام بیاد. فکر میکنم مسخره باشه که مردی به این فهمیدگی برای همچین زنی رنج بکشه که حتی زن جالبی هم نیست، چون میگن خیلی احمقه. این رو با خردمندی آدمهای عاشق نشده گفت که معتقدن یک مرد فهمیده باید تنها به خاطر کسی غصه بخورد که لیاقتش را داشته باشد، و این کم و بیش به آن میماند که کسی تعجب کند چرا آدم به خاطر چیزی به کوچکی یک باسیل ناقابل دچار وبا میشود. سوان میخواست برود، اما در لحظه‌ای که داشت سرانجام میگریخت، ژنرال دوفرو بروویل از او خواست تا با مادام دو کامبرمر آشنایش کند و به ناچار برای یافتن او با ژنرال به تالار رفت. میدونید سوان، من ترجیح میدم شوهر این خانم باشم تا اینکه وحشی‌ها تیکه تیکم کنند. نظر شما چیه؟ عبارت وحشی‌ها تیکه تیکم کنند دل سوان را به درد آورد. در جا حس کرد که به ادامه گفتگو با ژنرال نیاز دارد. به او گفت آره، چه زندگی های عزیز و خوبی که اینطوری تباه شد. مثلا میدونید که اون دریا نوردی که دومون دروویل خاکسترش رو آورد، لاپروز، و همین چنان مایه خرسندی سوان بود که انگار از اودت حرف میزد و با حالت غم‌آلود گفت این لاپروز شخصیت جالبی و خیلی ازش خوشم میاد. ژنرال گفت
البته لاپروز اسم شناخته شده ایه. یه کوچه هم به اسمش هست. سوان بیتابانه پرسید: تو کوچه لاپروز کسی رو میشناسین؟ فقط مادام دوشانلیو رو میشناسم. خواهر دوست خوبم شوسپیر. چند روز پیش یه مهمونی کمدی خیلی خوب داد. محفلش از اونایی که یک روزی خیلی برجسته میشه. خواهین دید. پس تو کوچه لاپروز میشینه. جالبه. خیلی کوچه قشنگیه. خیلی غم انگیزه. به هیچ وجه. معلوم میشه تازگی ها اونجا نرفتین. دیگه هیچ غم انگیز نیست. شروع کردن به ساختمون. در همه محله دارن میسازن. هنگامی که سرانجام سوان آقای دوفروبروویل را به مادام دو کامبرمر جوان معرفی کرد، او چون برای نخستین بار نام ژنرال را میشنید، لبخندی از شادمانی و از شگفتی به گونه ای زد که گفتی هرگز نامی جز آن در برابرش به زبان آورده نشده بود. چون از آنجا که دوستان خانواده تازه اش را نمی شناخت، هر آدم تازه ای را که به او معرفی می کردن یکی از آنان می پنداشت. و با این تصور که زیرکانه است که نشان دهد از هنگام عروسی همواره وصف او را شنیده است، دستش را با حالتی دودل پیش آورد تا هم حیایی را نشان دهد که به او آموخته شده بود و باید بر آن چیره می‌شد و هم خوشرویی بلبداهی را که بر آن غلبه می‌کرد. از این رو پدر و مادر شوهرش که او هنوز آنان را برجسته‌ترین آدم‌های فرانسه می‌پنداشت، می‌گفتند عروسشان فرشته است. به ویژه که دوست‌تر می‌داشتند چنین بنمایانند که او را نه به خاطر دارایی کلانش که به انگیزه خوبی‌های خودش برای پسرشان گرفتند. ژنرال در اشاره ناخودآگاه به قضیه شمعدان به او گفت: معلومه که موسیقی تو خون شماست خانم. کنسرت آغاز شد و سوان دانست که نخواهد توانست تا پیش از پایان آن بخش تازه برنامه برود. رنج می‌کشید از بسته ماندن در میان آن مردمانی که حماقت و مسخرگیشان را به ویژه این دردناک‌تر می‌کرد که چون از عشقش بی‌خبر بودند و اگر هم خبر می‌یافتند نمی توانستند به آن علاقه نشان بدهند جز اینکه بچگی بدانندش و برام بخندند یا دیوانگی و برام خورده بگیرند. آن را به نظرش به شکل حالتی ذهنی می نمایاندند که فقط برای خود او وجود داشت و هیچ چیز عینی از واقعیت آن خبر نمی داد. آنچه بیش از همه رنجش می داد، تا جایی که حتی با شنیدن آوای سازها می خواست فریاد بزند، هرچه درازتر شدن تبعیدش در آن مکانی بود که اودت هیچگاه به آن نمی رفت. جایی که هیچ کس هیچ چیز با او آشنایی نداشت و او یکسره در آن غایب بود. اما گویی ناگهان پیدایش شد و سر رسیدنش چنان سوز و دردی به دل سوان نشاند که ناگزیر دستش را روی قلبش گذاشت. چون آوای ویولون به نوت‌های بالا رسید و انگار به انتظاری همچنان بر آنها مانده بود، انتظاری که همراه با تداوم آنها به درازا می‌کشید. در گیر و دار شوریدگی در برابر آنچه منتظرش بود و میدید که از راه میرسد و کوشش بیتابانه برای آنکه بتواند تا لحظه آمدنش پایداری کند، تا پیش از فرو مردن به پیشوازش برود، با واپسین توانش راه او را آن اندازه بگشاید که بتواند بگذرد، چون دری که اگر نگهش نداری خود به خود بسته شود، و پیش از آنکه سوان بتواند دریابد و با خود بگوید جمله کوچیک سونات ونتوویس گوش نکن، همه یادهای زمانی که اودت دوستش می داشت و او توانسته بود تا آن روز آنها را در ژرفاهای درونش پنهان بدارد، گول خورده از آن پرتوی ناگهانی آفتاب عشقی که به پندارشان دوباره سر زده بود، بیدار شده و پرکشان سر برآورده بودند و به هیچ دلسوزی برای نامرادی اکنونش ترانه های از یاد رفته خوشبختی را در گوشش مستانه می خواندند. به جای عبارت های انتزاعی چون زمانی که خوش بودم یا زمانی که دوستم داشت که تا آن هنگام اغلب به زبان آورده بود، بیان که چندان رنج بکشد، چون هوشش تنها گزینه‌های ادعایی از گذشته را در درون آنها جای می‌داد که در واقع هیچ چیز از گذشته در آنها نبود، این بار همه آنچه را که جوهره خاص و گریزان خوشی از دست رفته را برای همیشه ثابت نگه داشته بود باز یافت. همه چیز را دوباره در نظر آورد، گلبرگ‌های برفگون و چین در چین داوودی که اودت به درون کالسکه پرت کرد و سوان آن را روی لبانش نگه داشت. نشانی برجسته مزندوره روی نامه‌ای که در آن نوشته بود: هنگام نوشتن این نامه دستم چنان می‌لرزد. چین میان ابروان اودت هنگامی که با حالتی التماس‌آمیز به او گفت: نکنه به این زودی‌ها به سراغم نیای. بوی آهن فر زن آرایشگری که به موهای وز کرده شکل می‌داد و در این حال لردان می رفت تا دخترک کارگر را بیاورد، رگبارهایی که در آن بهار آنقدر بسیار زیبا بود
بازگشت به خانه در کالسکه روباز، در مهتاب و هوای یخبندان، همه شبکه عادتهای ذهنی، ادراکهای فصلی، واکنشهای حسی که توری یک نواخت را بر روی هفته های پیاپی می گسترانیدند و بدنش خود را در آن گرفتار می یافت. در آن هنگام با شناخت خوشی های کسانی که به عشق زنده اند، کنجکاوی شهوت‌آمیزی را ارضا می کرد. پنداشته بود که خواهد توانست به همان بسنده کند و ناگزیر نخواهد بود دردهای آن را هم ببیند. آه که اکنون چه اندک بود جاذبه اودت در برابر این وحشت بزرگ که چون حاله گنگی به دنبالش کشیده می شد. در برابر این دلشوره عظیم که هر لحظه ندانی او در چه کاری است و نتوانی همه جا و همیشه او را از آن خود کنی. افسوس، لحن او را به یاد می آورد که به صدای بلند می گفت: هر وقت بخواین میتونم شما رو ببینم. همیشه آزادم. اویی که دیگر هیچگاه آزاد نیست. علاقه و کنجکاوی که اودت درباره زندگی او نشان میداد و این خواست پر از شورش که سون از سر لطف او را به آن راه دهد. حالان که خودش در آن زمان میترسید که این مزاحمتی ملال‌آور باشد. چقدر اودت از او خواهش کرد تا پذیرفت تا با او به خانه وردورن‌ها برود. و هنگامی که به اودت اجازه میداد ماهی یک بار به خانه اش بیاید. چه بارها که او ناچار شد از لذتی دم بزند که عادت دیدار هر روزه در برداشت تا سرانجام سوان به آن تن داد. عادتی که در آن زمان آرزوی اودت بود، اما به نظر او تکلیفی دست و پاگیر می آمد و سپس اودت از آن دل زده شد و برای همیشه ترکش کرد. حالان که برای سوان نیازی آن اندازه غلبه ناپذیر و دردناک شده بود. خود نمی‌دانست چه اندازه راست می‌گفت هنگامی که در سومین باری که اودت را می‌دید در پاسخ او که تکرار می‌کرد: آخه چرا نمی‌ذاریم بیشتر به دیدنتون بیام؟ با خنده و با ادای عاشقانه گفت: می‌ترسم رنج بکشم. افسوس، اکنون گاهی هنوز پیش می‌آمد که اودت از رستوران یا هتلی و روی همان کاغذ چاپ شده آن برایش چیزی بنویسد، اما نوشته‌های انگار از آتش بود و رو می‌سوزانید. از هتل ویویمون فرستاده؟ اونجا چی کار میکنه؟ با کیه؟ چه خبر بوده؟ به یاد چراغ‌های گاز بولوار دزیتالیان افتاد که دیگر خاموششان میکردن. در اون شبی که در اوج ناامیدی سرانجام او را میان سایه های سرگردان دید و به نظرش شبی انگار فراتبیعی میامد. و به راستی از آن دنیای اسرارآمیزی بود که با بسته شدن درهایش هرگز نمیتوان به آن بازگشت. شبی از زمانی که حتی نیازی نبود با خود بگوید که شاید با جستجوی او آزارش می‌دهد. چه مطمئن بود اودت شادی بزرگتر از دیدن او به خانه رفتن با او نمی‌شناسد. و سوان در برابر این خوشبختی به یاد آورده، درمانده، مردی را دید بر جای ایستاده و دلش به حال او سوخت چون در آغاز نشناختش، آنچنان که سر فرو افکند تا کسی چشمان پر از اشکش را نبیند. آن مرد خود او بود. هنگامی که این را فهمید دیگر دلش نسوخت، اما به آن خود دیگرش که اودت دوست داشته بود حسودیش شد و به آن کسانی که اغلب بدون رنج بسیاری درباره‌شان با خود گفته بود شاید او دوستشان دارد حسودی می‌کرد. اکنون که به جای اندیشه گنگ دوست داشتن که در آن عشقی نیست، گلبرگ‌های داوودی و سربرگ مزون دوره را که انباشته از عشقند نشانده بود. سپس چون دردش از حد گذشت دستی به پیشانی کشید، عینک تک چشمیش را رها کرد تا بیفتد و شیشه‌اش را پاک کرد و بیشک اگر در آن هنگام چهره خودش را می‌دید بر مجموعه تک چشمی‌هایی که نظرش را گرفته بودند اینی را هم می‌افزود که خودش چون فکر و خیال سمجی می‌تاراند و می‌کوشید با دستمالی قصه‌هایی را از روی شیشه مه گرفته‌اش بزداید. ویالون، اگر خود ساز را نبینیم و نتوانیم میان آنچه از آن می‌شنویم و ظاهرش که بر آوایش تأثیر می‌گذارد رابطه‌ای برقرار کنیم، الحانی آنچنان شبیه برخی صداهای کنترالتو دارد که با شنیدنشان می‌پنداریم خواننده زنی به کنسرت افزوده شده است. سر بلند می‌کنیم، چیزی جز جعبه‌های سازها که چون قوطی‌های چینی پر ارزشند نمی‌بینیم، اما باز گهگاه گول ندای وهم‌آلود افسونگرش را می‌خوریم. گاهی نیز می‌پنداریم که آوای جنی را می‌شنویم که لرزان و جادویی چون شیطانی در جایگاه آب متبرک در ژرفای جعبه دانا گرفتار است و دست و پا می زند. گاهی نیزان را در هوا حس می کنیم چون موجودی فراتبیعی و اسیری که بگذرد و پیام نادیدنیش را در آسمان بگستراند.
آنسان که گفتی نوازندگان بیشتر از آن که جمله کوچک را بنوازند، آیین‌هایی را اجرا می‌کردند که برای پدیدار شدن جمله ضرورت داشت و ورد‌هایی می‌خواندند که برای تحقق معجزه ظهور و چند لحظه ماندنش واجب بود. سوان که به همان اندازه به دیدنش ناتوان بود که اگر جمله از جهانی ماورای بنفش می‌آمد و در حالت‌های نابینایی گذرایی که با نزدیک شدن به آن دوچارش می‌شد، چیزی چون خونک‌های یک دگردیسی را می‌شنید، آن را حاضر حس می‌کرد، همانند الهه‌ای که حامی و محرم عشقش باشد و برای رسیدن به او در برابر همگان و به کناری کشیدن و سخن گفتن با او به جامعه آریه موسیقی در آمده باشد و همچنان که سبک، آرامش‌آور و زمزمه‌وار چون عطر می‌گذشت و آنچه را که گفتنی بود به سوان می‌گفت که بر یکی که واژه‌هایش چشم می‌دوخت و افسوس می‌خورد که چه شتابان می‌پریدند، لبان سوان بی اراده می جنبید تا پیکر آهنگین و گریزان او را در سر راهش ببوسد. دیگر خود را تبعیدی و تنها حس نمی کرد. چون جمله که مخاطبش او بود، با او به زمزمه از عدت سخن می گفت. چون دیگر مانند گذشته این احساس را نداشت که او و عدت برای جمله کوچک ناشناسند، زیرا چه بارها که شاهد شادمانی های آن دو بود. این هم درست است که هم او بارها درباره شکنندگیشان به سوان هشدار داده بود. و حتی در حالی که در آن زمان در لبخند و در تنین زلال و امید باخته جمله اثری از رنج می دید، اکنون بیشتر در آن زیبایی وارستگی تقریبا شادمانه را می یافت. درباره قصه هایی که در گذشته ها جمله با او در میان می گذاشت و سوان بیان که خود دوچارشان باشد او را می دید که در گذر پرپیچ و خم و شتابناکش آنها را لبخند زنان به دنبال می کشد. درباره قصه هایی که اکنون از آن او شده بودند و هرگز امیدی به رهایی از آنها نداشت. جمله انگار همانی را به او می گفت که پیشتر درباره خوشبختیش گفته بود. چیستین؟ این همه هیچ است.